عرض سلام خدمت شما بینندگان ارجمند. با سپاس فراوان از همه مساعی شما و از همه حمایت های شما به بخش دیگری از تشریح آیه شماره 106 از سوره دوم قرآن می پردازیم. در برنامه های قبلی به عرض رسید که آیه 106 درباره نسخ آیات و همینطور درباره فراموش شدن آیات الهی و جایگزین کردن آیات بهتر از آنچه که نسخ شده و همینطور در ارتباط با آیاتی که فراموش شده مثل همونها رو بازسازی و از نو تجدید بنا می کند در قرآن که در واقع کتاب امنیت داری است که تمام آیه های الهی در این محفوظه حفظ خواهد شد و گفتیم که در قرآن سند حفاظت و تضمین از حفظ قرآن به وسیله خدا تعهد شده است و هیچ آیه از آیات قرآن فراموش نمی شود و نسخ به معنای بی اعتبار شدن و بی ارزش شدن نمی شود و نسخ قرآن، نسخ آیه های الهی و همینطور فراموش شدن آیه های الهی هیچ کدامش مربوط به آیه هایی که به رسول اکرم نازل شده و مربوط به قرآن می شود نیست، بلکه مربوط به آیه هایی است که بازسازی شده و بازسازی این آیات هم بخشی از مأموریت رسول اکرم بوده است. گفتیم قرآن از نقطه نظر جمع‌آوری مطالب و از نگرش تألیفی به سه بخش میتواند که اختصاص پیدا بکند. یک بخشی که در واقع آیات نسخ شده گذشته تجدید بنا شده به شکلی که معرف حقیقت و اصالت آیات باشه و بازسازی آیات فراموش شده به نحو شایسته و اصیل و همینطور آیات جدیدی که برای اکمل و اتم بودن جمع کل آیات الهی لازم بود. در ادعایی که می شود که قرآن دارای ناسخ و منسوخ است، این ادعا کاملا مردود به نظر می رسد، به خاطر اینکه نه تنها از اعتبار کلامی برخوردار نیست که بلکه نوعی توهین و در واقع متهم کردن حضرت حق به بدقولی و در واقع نقض عهد تلقی میشه و به نظر میرسه کسانی که به ناسخ و منسوخ قرآن اشاره میکنند کسانی هستند و بعد هم ترویج دادن این فکر رو و به دیگران هم سرایت کرده و عده‌ای با تحقیق غلط و عده‌ای با تقلید غلط تر از تحقیق غلط به این نتیجه رسیدن یا اینطور اعلام میکنند که در قرآن آیاتی وجود داره که آیات دیگر قرآن رو نسخ میکنه و بی اعتبار میکنه اون آیات رو و جای اون آیات رو میگیره و دلیل خودشون رو هم این آیه قرار دادند که به هیچ عنوان با سند و مدرک و منطق روشن می شود که ارتباطی با آیات قرآن ندارد. من به عنوان یک امر آموزشی از همه کسانی که معتقدند که
در قرآن آیه هایی وجود داره که ناسخ و منسوخ هستند، دعوت میکنم که با ایمیل ما تماس بگیرن و به ما اطلاع بدن که به نظر ایشان کدام آیه از آیات قرآن ناسخ کدام آیه دیگر است، و ما با کمال میل و رضایت اون آیات رو مطرح میکنیم و از این افراد تقاضا میکنیم که با ما تماس بگیرن، حالا یا با تلفن یا با حضورشون در اینجا، و از موضعشون دفاع کنن و توجیه بکنن موضع خودشون رو. به ما بگویید که کدام یک از آیات قرآن فراموش شده، و به ما بگویند که آیات فراموش شده قرآن رو در کجا یافتند و چگونه از آیات فراموش شده که بازیافت ایشان بوده است احراز هویت کردند، و اینکه چطور می شود که آیات فراموش شده رو که قرآن فراموش شده، این آیه ها رو دو مرتبه پیدا کرد و در این آیه ها فهمید که عجب، این آیه های تکراری در قرآن همان آیه هایی است که در قرآن فراموش شده. این توضیح رو در کجای آیات پیدا کردند؟ و اگر قرآن آیه هایی رو ادعا می کند که در اون فراموش شده است، چگونه فراموش شده یافت شده است و هنوز هم باز فراموش شده محسوب می شود؟ و اگر به لحاظ فراموشی مفقود نشدند، چگونه بر آیاتی که مفقود نشده اند نام آیات فراموش شده می گذارند؟ یکی از علل این نگرش جاهلانه و بیمنطق و مخرب به آیات قرآن، تلاش غیر مجاز در تعبیر آیات قرآن به نتایجی است که قرآن را دست نشانده و محبوس احوال نوع بشر در موضوع حدیث و سنت‌های سنتی به نام جعلی سنت رسول که نسبت می‌دهند که اینها سنت رسول است، و بعد سنت محمد رو با سنت رسول مختلط می‌کنند و هر دوی اینها رو با سنت قرآن، و به نحو مخرب و غیر مجازی اینها رو به هم می‌آمیزند و جایگاه رسول اکرم رو با جایگاه محمد که یک شخص است اگر مقام او رو از او بگیرید، و سنت شخصی ایشان رو با سنت اداری و سنت رسمی ایشان اینها رو با هم میآمیزند و مختلط و مشوب میسازند، و قرآن رو متکی و مقید به شأن نزول و تاریخ و وقایعی میکنند که ادعا میشود همزمان و معاصر با قرآن بوده است. و همه این کجروی ها و همه این انحراف ها به خاطر آن است که بتوانند از طریق در واقع مجرای حدیث یک رخنه ای در توحید ایجاد کنند و شرک خفی رو به نام توحید بر مردم بی توجه تحمیل کنند. چون نفوذ مدعیان دین در قرآن و تحریف قرآن از طریق مراجعه به قرآن غیر ممکن است، قرآن مسدود و حدیث مفتوح می شود، قرآن بسته می شود، کنار گذاشته می شود، حدیث باز می شود، یکی محبوس و دیگری مقدس اعلام می شود، و کار فتنه حدیث به جنگ با قرآن می انجامد و سنت رسالت را مشرکانه در مقابل سنت الله قرار می دهند و سنت اطاعت از رسول برای رسیدن به حضرت
معبود سنتی مستقل بنا می کنند که به لحاظ آن قول بشر در شرک معادل و برابر با شرک جلی می شود، یعنی کلام بشر رو معادل و مساوی با کلام خدا قرار می دهند. در این آیه می فرماید که آیا شما علم ندارید به این که بدانید و اطلاع پیدا بکنید به این که الله بر کل شیء، بر همه چیزها دارای قدرت تقدیر و معین کردن است، و اگر خدا میگوید که من آنچرا که فراموش شده بازسازی میکنم و آنچرا که دست برد وارد شده و دزدی شده، سرقت شده، تحریف شده، تعویض شده و سوء استفاده شده و بی اعتبار شده و جابجا شده، اونها رو هم تجدید بنا میکنم، چطور خدا میتواند این کار رو بکند؟ پاسخ میدهند که خداوند قادر به این کار نیست و چطور خدا میتواند چندین هزار سال پیش رو، آیاتی رو که جای هم نوشته نشده، یک کسی گفته، یک کسی شنیده، از دل تاریخ چطور خدا اینها رو بیرون می آوره؟ پاسخ می دهد خدا که بدانید که خدا بر همه چیز قادر است، بنابراین باید بپذیریم که بازسازی و تجدید بنای اون چه که از دست رفته در خزانه‌ای به نام قرآن با تضمین خدا همراه است و این کتاب جمع جمیع همه آیات الهی برای همه موحدین عالم در همه تاریخ‌ها و در همه زمان‌ها و مکان هاست. به این ترتیب از آیه 106 به آیه 107 سفر می‌کنیم و آیه 107 در قرآن اشاره هست به موضوع نصرت یا انحصار نصرت و ولایت و یا انحصار ولایت و یا ولایت و نصرت در قرآن. در آیه شماره 107 به این ترتیب بیان می شود که علم تعلم، آیا نمی دانی، ان الله له ملک السماوات والارض، آیا نمی دانی که مالکیت و ملکیت آسمان ها و زمین مختص خداوند است، از آن خداوند است، و ما لکم من دون الله، و شما را نیست جز از سوی الله من ولی ولا نصیر، و شما را نیست غیر از الله برای یاوری یا برای نصرت، یا غیر از خدا کسی ولی و نصیر شما نیست. در این آیه صریحاً اعلام می کند که آیا علم نداری، آیا نمی دانی که فقط برای الله است یا متعلق به الله است
پادشاهی و مالکیت در جزء و در کل برای آنچه که در زمین و آسمان هاست و نیست برای شما، یعنی غیر و جدا و پایین‌تر و منفک از الله، جز الله برای شما نه ولایتی وجود دارد و نه نصرت و حمایتی. می دانستید این موضوع رو یا می دانید این موضوع رو؟ در این آیه به صورت منفی سوال می شود که مفهوم آن این است که باید مضمون سوال را می دانستی و بدانی، زیرا علم به مفهوم این سوال قاعدتاً باید معلوم فطری تو باشد. به این لحاظ است که سوال در قالب منفی و نفی مطرح می شود و در واقع نوعی ملامت و محاکمه در دل سوال وجود دارد. یعنی باید می دانستی و اگر نمی دانستی و غفلت و تعلل کرده ای، اینک برخیز و آگاه باش و بدان و به خاطر بسپار که آنچه در هستی و عالم ممکنات موجود است و هر آنچه مخلوق این خالق است و هر آنچه نام هستی بر خود دارد، در جزئیات و در کلیت، در کثرت و در جمعیت، متعلق به خدا و جزء ملک خداست و برای اوست و او حاکم و صاحب اختیار و سلطان و پادشاه و قطعاً و طبعاً مالک مطلق کائنات و هستی است و هیچ کس در امر مالکیت در هیچ حدی و در هیچ اندازه‌ای با او دارای مشارکت، نه در جزء نه در کل، به هیچ وجه نمی باشد و حق مالکیت مطلق مطلقاً از آن حضرت مطلق است. سؤال منفی در عبارت بعدی نیز وجود دارد و شامل می شود، یعنی آیا نمی دانی که نیست جز الله هیچ نیرویی که بتواند نسبت به تو دارای ولایت و دارای یاری و دارای یاوری و یا نصرت و یا حمایت باشد؟ در این آیه قرآن به انحصار مالکیت خدا اشاره می کند و به وظیفه انسان در علم به مالکیت خدا اشاره می کند و انسان در واقع به عنوان عنصری نام برده می شود که معلوم اوست مالکیت خدا و هرچه در جهت مبارزه و نفی مالکیت خدا انجام بدهد جزء در واقع تخلفات او محسوب می شود، زیرا او می داند که مالک مطلق خداست و اگر در امر مالکیت به مخالفت بپردازد قطعا معین می شود که دانسته چنین کرده است و عدم قبول مالکیت مطلق خدا نوعا عصیان محسوب می شود. در این آیه به وظیفه انسان در علم به مالکیت خدا اشاره می شود
در انحصار ولایت و یاوری و حمایت خدا اشاره می شود و در انحصار نصرت و دستگیری و حفاظت و پاسداری خدا از هستی بشر اشاره می شود. در این آیه ادعای مالکیت، ادعای احراز هر نوع سمتی که به مالکیت بگراید، هر نوع ادعای شراکت در مالکیت به هر نحو و به هر اندازه، هر نوع ادعای داشتن ولایت در تأمین ولایت و یا حمایت ناشی از ولایت و یا ادعای قدرت نصرت و یاری و یا حق برخورداری از نصرت مستقل از خدا، جملگی در جمع شرک محسوب می شود و مدعی تأمین و مدعی تناسخ و در واقع دفاع از حق مالکیت مخلوق در مقابل خدا مشترکن و منفردن مشرک محسوب می شوند و هر کس که ادعای تأمین ولایت و تأمین نصرت کند و هر کسی که مدعی شود که از ولایت و نصرت خدا برخوردار نیست و خود او منشأ و مبدأ نصرت و ولایت است و هر کس مدعی شود که در نصرت و در ولایت منفک و مستقل از خدا بهره گرفته است، ایشان نیز به طریق اولا مشرک هستند. پس مالک و ولی و نصیر که مستقل از خدا بر مالکیت و بر قدرت نصرت خود تکیه می کنند، مشرک و در واقع کافر به معنای تکفیر کننده و تکذیب کننده دانسته های خود محسوب می شوند. در این آیه بسیار مهم و اساسی به موضوع مالکیت، به موضوع پادشاهی و سلطه و حکومت و به موضوع ولایت و به موضوع نصرت اشاره می کند و همه اینها را در انحصار خدا اعلام می کند و ادعای داشتن هر کدام از اینها در واقع نوعاً محاربه و جنگ با خدا و قرآن محسوب می شود. یعنی اگر کسی ادعای مالکیت بکند به هر میزان، به هر میزان، علاوه بر اینکه به عنوان مشرک محسوب می شود، ادعای مشارکت با خدا رو کرده در ملک و در ملک. کسانی که فقط در مالکیت معمولی، مالکیت عرفی صاحب ادعا هستند، اینها مشرک به مالکیت با خدا هستند و همینطور کافر، چون می دانند که نیستند و می گویند هستیم. و کسانی که در ملکیت با خدا ادعای شراکت دارند، در واقع اونها هم می گویند که ما در حاکمیت با خدا مشترک هستیم. و کسانی که مستقل از خدا اعلام ولایت می کنند، چه ولایت سیاسی باشد، چه ولایت تشریعی باشد، چه ولایت تحمیلی، همه این کسانی که مدعی ولایت هستند و همه کسانی که مدعی هستند می توانند برای بشر نصرت بیاورند، نصیر باشند، ناصر باشند، کمک رسان باشند، مستقل از خدا، ولایت، نصرت، سلطنت
و مالکیت در انحصار خداست و هر کس دارا بودن اینها رو مدعی بشود مشرک و کافر محسوب می شود و هیچ کس نمی تواند بگوید که ما علم نداشتیم به این که ما نمی توانیم ولی بشویم، علم نداشتیم به این که ما نمی توانیم نصیر باشیم، علم نداشتیم به این که ما نمی توانیم از طرف خدا پادشاه باشیم، علم نداشتیم به این که ما نمی توانیم مالک باشیم در جزء و در کل. قرآن می گوید که علم تعلم، آیا نمی دانی؟ یعنی باید بدانی و می دانی. بنابراین کسانی که مرتکب این تخلفات می شوند هم دانسته چنین کردند که کافر محسوب می شوند و هم اینها اموری که ذکر شد در ردیف شرک با خداست و بنابراین مشرک محسوب می شوند. و به این ترتیب ما وارد آیه شماره 108 می شویم. آیه شماره 108 یکی از آیه های نسبتاً طولانی است که در این بخش ما اون روبرو می شویم و امیدوار هستیم که بتوانیم در زمان باقی مانده در یک جایی به مفاهیم این آیه آشنا بشویم. در آیه 108 رو در حضورتون برای شروع میکنیم. ام تریدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل و من يتبدل كفر بالإيمان فمن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. آیا اراده می کنید یا اراده آن دارید؟ ان تریدونم. آیا اراده می کنید یا اراده آن را دارید؟ ان تسألوا که شما نیز سوال کنید رسولکم از رسول خود، همان درخواست رو کنید، همان چیزی رو بخواهید، همان سوالی را بکنید کما سئل موسی، همان سوالی رو بکنید، همان درخواستی رو بکنید آنچه را که یهود در زمان گذشته از موسی خواستند. باز در متن ترجمه یهود آمده است ولی در متن قرآن یهود نیامده است، اما اینطور استنباط می شود که چون کسانی که از موسی سوال می کردند همه اینها اهل یهود بودند و یهودی بودند، بنابراین مترجم فکر کرده است که از اهل یهود استفاده کند و اضافه کند به این آیه در ترجمه. ما می دانیم که وقتی موسی از مصر با افرادی که حمایت او رو پذیرفته بودند که کارگران سخت کوش و در واقع اسیر بودند که در مصر بودند و این اسرای مصری و این کارگران اسیر رو در واقع آزاد میکنه و با خودش از مصر به کنعان امروزی، به فلسطین امروزی می آورد. در بین کسانی که در اسارت بودند و موسی همه اینها را آزاد میکنه، نمیپرسه از این اسرا که کدام یک از شما فرزندان ابراهیم هستین، کدام موحد هستین، کدام مشرک هستین، کدام مصری هستین، کدام فنیقی هستین،
کدام عرب هستین، عجم هستید، اون کسانی رو که در کار اسارت قرار گرفته بودند و در واقع به نوعی بردگی وادار شده بودند، جمله اونها را آزاد میکنه و آزادی به این ترتیب که اونها را بر میداره و با خودش فرار میکنه به سرزمین آزادی، به محلی که دارای امنیت باشند و از خطرات بردهداری و صدماتی که به برده ها وارد میکردند و ظلم و جوری که به اونها میکردند اینها را نجات بده. بنابراین در بین قومی که با موسی حرکت میکردند غیر یهود هم وجود داشته و به همین دلیل هم هست که قرآن اسم اهل یهود نیاورده در اینجا، بلکه میگوید که به طوری که کما سوئل موسی، به طوری که از موسی هم همین سوالاتی رو میکردند که شما سوال میکنید، همین درخواست هایی رو که شما از پیامبران خودتون دارید در زمان موسی هم باورمندان او یا متحدین او یا هرچه از او میکردند. اما انحصار این کار به یهود داده نشده، چون بسیاری از پیروان موسی نژادن یهود نبودند یا از نظر قومی یهود نبودند، بلکه فنیقی بودند و مربوط به دیگر اقوام غیر یهود محسوب می شدند. و بعد می گوید که و هر که ایمان رو مبدل به کفر گرداند و من یتبدل، و هر آن کس که تبدیل کند کفر رو به ایمان. در واقع ایمان رو تبدیل به کفر کند، این دوتا رو با هم جابجا بکند، و کسی که دارای ایمان است ایمان رو بدهد، تبدیل کند این ایمان رو به چیزی که اکتساب می کند که اون کفر است. اگر چنین تبادل و تعاملی انجام بشود فقط پس ف قد زل، پس به درستی و به تحقیق و بی شک و بی تردید گمراه شده است سوا از سبیل رو، راهی که در اونجا تعادل و توازن برقرار است. در این آیه شاید یک بار دیگر به صورت تحت اللفظی بگوییم که آیا اراده می کنید یا اراده آن را دارید که از رسول خدا بخواهید و مطالبه کنید و بپرسید و بخواهید هر آنچه که مانند آنچه را که در زمان گذشته از موسی سوال کردند و خواستند و طلب کردند، و هر کس که ایمان را به کفر مبدل سازد بیشک راه سواء و توازن و تعادل را گم کرده است. آنچه را که قوم موسی با موسی کردند و آنچه را که از او خواستند که او از خدا بخواهد برای اونها، مجموعه است از تجاوز، تخطی، نقض عهد، تکاسر، تعدد طلبی، تبعیض بر دیگران، کشتار پیامبران، عدم اطاعت از موسی و بازگشت به شرک بعد از ایمان، و اینکه از موسی بخواهند که خدا خودش رو در قالب جسم به مردم نشان بده، که اینها هم اتفاقا 10 مطالبه شد در مقابل 10 فرمان. یعنی قوم موسی به طوری که در سراسر قرآن منعکس است 10 مطالبه از موسی داشتند. در این آیه میگوید که آیا شما هم میخواهید که از رسولتان همان چیزهایی رو بخواهید که اهل موسی یا در زمان موسی از او میخواستند و مطالبه میکردند؟ آیا شما هم همونها رو میخواهید مطالبه کنید؟
و بعد ما در قرآن و از قرآن میآموزیم که قوم موسی چیزهایی رو که از موسی میخواستند میخواستند از او که با اونها اجازه تجاوز بدهد، اجازه تخطی بدهد، نقض عهد رو بپذیرد، تکاسر و تعدد طلبی و همینطور تبعیض نژادی و کشتار بقیه پیامبران و عدم اطاعت از موسی. از موسی هم اطاعت نمی کردند، موسی رو میخواستند وادار کنند که از اونها اطاعت کنه. و همینطور در غیبت کوتاه موسی که پیروان او در کنار برادر او به شرک و به طلاپرستی و گاوپرستی و شیطان پرستی باز میگردند. و این که مرتب از موسی میخواستند که به خدا بگو که قوم تو گفتند که به خدا، از قول ما به خدا بگو ارنی، یعنی که خودت رو مورد رؤیت قرار بده، رؤیت شدنی باش، به صورت دیدنی در بیا، یعنی ظاهر شو در قالب جسم و مطابق میل پیروان و امت خودت معجزه کن، هم معجزه کن و هم معجزه ای کن که ما به تو میگوییم که چه معجزه ای انجام بده. مجموعه این تخلفات در زبان قرآن معرف خواست و مطالبه قوم موسی مطرح می شود و این همه در زمان حضرت موسی از طرف کسانی سر زده است که به او گفتند ما به تو ایمان آوردیم. و تخلفات ذکر شده همه بعد از ایمان به موسی به وقوع پیوسته است. از متن آیه اینطور دیده می شود که آنچه که مورد مطالبه قوم موسی محسوب می شده است، قرآن نام تبدیل کفر و ایمان به یکدیگر نام نهاده است. یعنی مطالبه مدعیان ایمان در جهت خلاف مبانی اعتقاد ایمانی است، اعتقاد ایمانی که ایشان مدعی احراز اون هستند. و دیگر اینکه قرآن ایشان را مجرم میشناسد به لحاظ آن که میدانستند آنچه را مطالبه میکنند خلاف ایمان و خلاف ادراکات معلوم و مفهوم ایشان بوده است. یعنی با ایراد مطالبه در واقع اقدام به تکفیر علم خود نسبت به ایمان می کردند. شما به عنوان مثال اگر در جایی دعوت داشته باشید و برای شما نان و خورش و وسایل پذیرایی آماده کرده باشند و شما یک مرتبه از میزبان سوال می کنید که شما کباب بره هم دارید یا من دلم هوای کباب بره کرده است، در واقع شما اون چرا که در سفره قرار دادن نادیده می گیرید با این سوال و هیچ ارزشی برای اینها قائل نیستید و خودتون رو طلبکار می دانید نسبت به میزبانی که این همه برای شما زحمت کشیده و در واقع او رو در جایی می برید که بدهکار بشود، چون می دانید که کباب بره یا خوراکی دیگر در سفره نیست، مطلع هستید. اما این مطالبه ای که می کنید به خاطر این است که در حالت طلبکاری قرار بگیرید و در واقع کفران نعمت کنید، نوعی کافر می شوید نسبت به اون چی که در سفره است و نمی بینید یا نمی خواهید ببینید و در جستجوی چیز دیگری برمی آیید، در مطالبه امر دیگری برمی آیید که دلیل بر این است که شما نمی بینید یا نمی خواهید ببینید که چه نعمتی در مقابل شماست. و این نوع روابطی بوده است که دنبال روحای موسی با او داشتند. و ایمان خود را در واقع تبدیل به کفر می کردند. و این چنین تبدیل از دیدگاه قرآن
علتی است که معلول این علت سبب گم شدن از مسیر و طریقی است که قرآن به آن سبیل سبا میگوید. سبا به معنای برابری و تعادل و یکسانی و هم آمدن و به طور کلی عدالت و اخلاق است، یعنی راهی که راه عدالت اجتماعی، راه صلح، راه امنیت و راه رسیدن به برادری و برابری شناخته شده و مطالبات مغایر با اعتقادات این افراد که تعهد به داشتن اون اعتقادات کردن و مطالباتی که الان میکنن مغایرت داره با طبیعت تعهداتی که اونها متعهد به اونها هستن. چنین که میکنیم نه تنها این دعاها مستجاب نمیشه، قبول نمیشه، بلکه بی اثر هم نمیماند و نفس سوال و نفس مطالبه و نفس درخواست سبب گمراهی و انحراف از راه مستقیم و سقوط در سیاهی و گمراهی می شود. این موضوع برای اهل ایمان بسیار حیاتی و خطیر است که هرگاه که در واقع سخن مطرح می شود و در واقع درخواست کننده حصول و اجابت یک امری را از خدا مطالبه و مسئلت می کند، سوال کننده و درخواست کننده و دعا کننده باید بداند که دعای غیر عقلانی و دعای غیر ایمانی و دعایی که با قانون دعا تطبیق نکند در قرآن کفر تلقی می شود و منجر به سقوط در گمراهی و خروج از هدایت می شود. در آیه شماره 104 یا آیه شماره 103 آیه شماره 104 یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، در اون آیه 104 دعای بی معنی کردن و دعایی که جنبه بی ادبی و تخلف داره، گفته شده به شما که اینطور دعا نکنید، دعا نیست، این فحشه. باز هم ما اگر به همون ترتیب دعا کنیم و غیر مسئولانه در مقابل خدا بایستیم و اون چرا که به خدا میگوییم خارج از نرمی باشد که مجاز هستیم و سخن نیاز با خدا بگوییم که در این حال تخلف امر او رو میکنیم و میگوید این نگو و ما همان میگوییم و اسم این کار رو دعا و مناجات میگذاریم، میگوید کسانی که چنین میکنند اینها همون دعایی که می کنند منجر می شود به ورود اونها به گمراهی و خروج اونها از هدایت، نکته ای که هرگز تا به حال مسئولانه بیان نشده و این موضوع مستحق عنایت و توجه بیشتر شما بینندگان است. توجه کنید که وقتی به ما گفته می شود که چگونه دعا کنید، میگن ای بابا مگر اینکه آدم با خدا هم میخواد حرف بزنه و راز و نیاز بکنه قانون و قرار داره، همه کارها رو شما قانونی کردید، آدم میخواد دل به خدا بسپاره و عاشقانه با خدا صحبت بکنه، عاشقانه با خدا صحبت کنید، ولی عاشقانه از خدا چیزی درخواست نکنید. درخواست عاشقانه نیست، عاشق از معشوق هیچ چیز دریافت نمی کنه و هیچ چیز درخواست نمی کنه. عاشق برای دریافت از معشوق نمی رود، عاشق برای پرداخت به معشوق می رود.
عاشق می رود که ایثار کند، نمی رود که ایثار ببیند. بنابراین نگویید که ما رابطه عاشقانه با خدا داریم. اولین شرط عاشقانه رابطه داشتن با خدا اطاعت از قوانین و فرمانهای خداست. و فرمان خدا این است که با من صحبت که می کنید، از من که چیزی می خواهید، دعا می کنید، درخواست دارید، باید در یک چهارچوب و فرمول خاصی دعا کنید و سخن بگویید و مطالبه کنید. عبادت کردن و تعهد کردن به اطاعت کردن امر دیگری است. درخواست از خدا امر دیگری است. و خدا دقیقاً در این آیه میگوید که اگر سؤالی که از من میکنی، درخواست و مطالبه‌ای که میکنی، چیزی که از من میخوایی با قانونی که در مقابل تو گذاشتم تطبیق نکند، علاوه بر اینکه دعای تو اجابت نمیشود، سبب گمراهی و سقوط و بدبختی تو هم میشود. در آیه شماره 109 از سوره دوم قرآن که موضوع ارتداد متن این آیه است، اگر که بخواهند که در اینجا یادداشت بکنند بینندگان یا اتاق فرمان، موضوعی که مطرح می شود در اینجا موضوع ارتداد است. ود کثیر من اهل کتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم. کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتی یأتی الله به امره. و دوست دارند و میخواهند گروه کثیری از اهل کتاب که شما مرتد بشوید و بازگردید از ایمان خود، تا شما را به کفر برگردانند بعد از آن که صاحب ایمان بوده اید. و چنین می کنند و سبب و یا به سبب حسادتی که در نفس خود برای شما می پرورانند، بعد از آن که حق بر آنها آشکار گردید. اشاره می کند یکی دی دوست دارند و می خواهند که این عده کم هم نیستند، گروه کثیری هستند، اینها خیلی زیاد هستند تعدادشون، همه جا هم هستند و اهل کتاب هم هستند. و اهل کتابی هستند که اهل کتاب کافر هستند، از کفار اهل کتاب هستند، چون بعد معرفی میکنه اینها رو. این کفار اهل کتاب کسانی که هم به کتاب خودشون کفر میورزند، هم در واقع در جنگ و منازعه با دیگر باورمندان به کتاب خودشون هستند و هم به کتاب دیگری کفر میورزند، در واقع به نوعی کفر مضاعف شاغل هستند. و دوست دارند و میخواهند گروه کثیری از اهل کتاب، کفار اهل کتاب، که شما مرتد بشوید. یردونکم، که شما ارتداد کنید، بازگردید، رد بشوید، مرتد بشوید، بعد از آن که من بعد ایمانکم،
یعنی اول ایمان آوردید، حالا ایماندار هستید، حالا بعد از دوران ایمان شما هست و اهل کتاب کافر یا کافرین اهل کتاب، اهل کتاب هست، کافر هم هست. قبلا توضیح داده شده که چطور اینها جمع میشن با هم و از شما میخواهد و دوست دارد، با این کار وابستگی دارد، هم دلخوشی دارد هم وابستگی دارد، که شما بعد از اینکه ایمان آوردید، یعنی گفتید که من مؤمن هستم، مسلم هستم، چنین هستم، چنان هستم، حالا از این مرحله که میگذرد از شما میخواهند که شما رو برگردانند، یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، برگردانند شما رو، مرتد کنند شما رو از مرحله ایمان به مرحله کفری که قبل از ایمان داشتید. حالا اون وقتی که کفر داشتید یک سری چیزهایی رو میفهمیدید، کتمان میکردید، حالا چیزهای بیشتری رو میفهمید و چیزهای بیشتری رو باید کتمان کنید و برگردید به دوران کفر خودتون. و میگوید که به این علت گروه عظیمی از کفار اهل کتاب میخواهند که شما به کفر بازگردید، مثل اونها بشوید، از دینی که حالا یا دین مسیح یا دین اسلامه برگردید به دین اونها که دین کفر است، یعنی دانش خودشون رو نادیده گرفتن است. قرآن میگوید علت این که این کار رو میکنن و علت این که این تقاضا رو میکنن این است که حسادتی در جان اونها، در فطرت اونها، در جزء وجود اونها موجود است که بر شما حسادت میبرند، در نفس خودشون نسبت به شما رشک میبرند و حسادت میکنند و چنین میکنند بعد از آن که حق برای اینها آشکار شده، یعنی میدانند که حق چیست و ناحق چیست، میدانن اسلام چیست، میدانن مسیحیت چیست، میدانن یهود چیست، میدانن تورات، انجیل و قرآن چیست، همه اینها رو میدانند. برای همین وقتی که به اینها ایمان نمی آورند، میدانند ولی ایمان نمی آورند، نام کافر بر اونها گذاشته می شود. یعنی میبینند و میشنوند و میدانند و میخوانند و میبینند، اما همه اینها رو یک سر تکذیب میکنند و تکفیر میکنند و چشم خودشون رو به حقیقت میبندند برای خودشون. برای شما هم فکر میکنند که شما لیاقت دریافت عنایت خدا رو ندارید و حسادت میکنند بر شما که بر کفر فائق میشوید و پیش میروید. اونها این رو نمیپسندند در شما. توجه کسانی رو که موضوع کافر وقتی که مطرح میشه، بارها و بارها هم راجع به کشتن کافر از ما سوال میشه، هم راجع به کشتن مرتد از ما سوال میشه، که بله در قرآن گفته است کافر رو هر کجا که دیدید او رو بکشید و با ذلت و خاری و خشونت بکشید. و بنابراین این چه دینی است که به شما دستور می‌دهد بگردید کافر رو پیدا بکنید؟ وقتی فهمیدید که کافره، پرسیدید آقا ببخشید شما کافر هست؟ گفت بله. بلافاصله بکشیدش. شما مشرک هستید؟ بله. بفرمایید بکشیدش. کجا گفته؟ قرآن گفته. حالا برای کسانی که به سنت رسول اکرم هم پابند هستند، شما در تاریخ قرآن مراجعه بکنید و ببینید وقتی که اسلام زورمند و اسلام قوی شده و اسلام سازمان یافته برمیگرده و به قصد گشایش و فتح مکه ساز و برگ نظامی آغاز میکنه و انقدر قدرتشون زیاد بوده که مکه یکسره تسلیم میشه بدون اینکه خون از بینی کسی جاری بشه، یک نفر از کفار مکه
کشته نمی شوند و یک خون ریخته نمی شود. همه اونها هم کافر بودن، مشرک بودن. چطور است که پس ما کفار رو حتی در جنگ وقتی که لازم نمی شود می بخشیم و با اونها صلح می کنیم؟ چطور می شود که در زمانی که جنگ نیست ما کافر عقیدتی یا مرتد عقیدتی رو قادر باشیم که تنبیه کنیم؟ دقایق کوتاهی به تنفس می پردازیم، باز می گردیم، با شما خواهیم بود.